خب ما از این بلال خوشمزه، ولی بلال خوشمزه رو بخوریم. نه خیلی خوبه. بعد آخه چه خبره که دونه سه اوی رو میدم؟ البته برای من که همه رو آوردم. دور همیه دیروز دور همیه خوبی بود. بچه ها تونستم با هم آشنا بشم. دیشب در موقع خوب یه فکری به ذهنم رسید، این چایی نیفته. یه فکری به ذهنم رسید که اگر بشه این اعتمادی که رمو به من پیدا کرده به دوستای منم پیدا بکنه خیلی خوب میشه. اون موقع شاید یه فکری به ذهنم رسید حالا در رابطه با اینکه شاید نجیب رو هم قبول کنه. نجیب دنبال خونه میگرده، خونه رمو بعد از فوت لودویک به رمو هم گفتن این خونه برای تو خیلی بزرگه، بعد از این خونه بیای بیرون. 4 تا اتاق داره. آره 1 2 3 4 تا اتاق داره. عزیزم منو دعوت کرد، گفت با هر کی که دوست داری بیای. دیروز زنگ زده گفت چطور بود؟ گفتم خیلی دوره همی خوبی بود، تو خیلی پسر باشعوری بودی، خیلی تمیز خوب برخوردات خوب، خیلی مذهبی بود، منتها خیلی مذهبی. بعد بچه‌هایی که پشتو زبان هستن و مذهبی های سرسخت هستن، یک کوچولو گفت از من ترسیدی؟ گفتم آره یکی هم ترسیدم ازت. برای همین گفتم نجیب بیاد، ولی نجیب یه کار داشت نتونست زودتر بیاد، اومدم عقب بندازم برای یه روز دیگه. گفتم خیره دیگه، بذارین تنها بیاد. گفت چرا از من ترسیدی؟ گفتم یکم به خاطر این که نمیدونم، اول اینکه خب نمیشناختم، دوم این که احساس کردم که خب نمیدونم دیگه خلاصه. ولی وقتی که اومد اینجا بعد گفتن، دیدم که از طالبانم 50% دفاع کرد. گفت تا حد 50% طالبان رو قبول دارم. گفتم من بیدینم ها. گفت بیدینی؟ گفتم آره. بعدش یه ذره اینجوری شد و گفتم بلا ملا سر من که نیای به خاطر اینکه بعد بگی کافری مافری اینا. گفت نه. گفتم باش. بعد خیلی اعتقادی دیگه، بودن بچه های اعتقادی از یه جنبه خوبن که بچه های استواری هن. از یه جنبه دیگه هم که مثلا پرسید مشروب میخوری؟ حالا منم میشه میپرسم مشروب میخوری؟ گفتم خوبه که مشروب میخوری. اصلا گفت تو چی؟ گفتم من حالا یه دونه از این برلینرهایی که تو شامپاین بوده خوردم. گفت چه یه ذره چیه نمیدونم فلان. گفتم به هر حال اون یه ذره رو ما میخوریم، توی شکلاتی باشه و فلان، ما به خاطر دین که مشروب نمیخوریم که چون حرامه، من به خاطر اینکه خودم دوست ندارم. اما اگه غذا باشه با غذا یه انقدری باشه میخورم. شراب داغ هم خوردیم دیگه با بهار.
اینجوری شد. گفتم که سب کنیم نرو بخورم، ولی پسر خوبی بود. من فکر کردم که گفتم یه ذره ترسیدم که نجیبو گفتم بیاد دیگه. بعد گفت بعدن دیروز زنگ زد گفت اگه خواستی با هر کسی میتونی بیای خونه ما، دعوت هم کرد. گفت خیلی خوب بود، خوشحالم. بچه این نارنگی رو بخوریم اول. این بلاله رو که خوردم تخم شیا، تخم کیا با انواع جنگل منگلا بود، نمیدونم دارچین، مارچین، هل، اینم بیاری بخوریم. الان بیام ببینم که اولین کامنتی که به چشمم میخوره چیه به غیرم بعد از اون اول. نه شیخان رو میندازه، نه شیخان رو میندازه تو چای. اولین نه دیگه گردو رو دادم، پس دادم دیگه، گردو الان ندارم. راست میگی، باید بگم گردو بگم. با کی میخوای بریم؟ گفتش که با گفتم با نجیب، اول میخوام با نجیب بریم چون نجیب یه امتیازی که داره، حالا دیروز کار داشت که اونم خیر بود. یه امتیازی که داره وقتی که مثلا میگم بیا، خیلی زود میاد هر جایی که میخوام برم، کار نداشته باشه دیگه، سریع کار و جلسه ای یا فلان چیز، جلسه ای که از این جلسات نمیدونم گشت و گذارهایی که خودشون دارن. او از اون از اوناستا. اینا رو هم گفتید بخوریم دیگه. نه ما میشو میخوریم. به 20 سال پیش برگردی کدوم اشتباهت انجام نمیدی؟ ببینی اشتباه در واقع اشتباهی وجود نداره. کاری که انسان در یه زمانی انجام میده اون مختزای اون زمانش بوده. من الان تغییر کردم، الان تغییر کردم، الان اون آدم نیستم. مثلا به گذشته برگردم، خالت هایی که برای پدر مادرم دارم نخواهم داشت، الان دارم. اون موقع داشتم، خیلی براشون فداکاری میکردم، من این کارو بکنم، اینو بذارم، ناراحت نشم. الان میگم ناراحت بشه، ناراحت بخواد بشه بشه. کارهایی که مثلا میمدم مامانم ناله میکرد، سری تحت تاثیر نالش قرار میگرفتم، فکر میکردم واقعیه. بعد دیدم بابا تمام اینا فرهنگ زشت طلبیه. این یکیش. خب چندین روز سحر لایو نمیذاره؟ خب از سحر بپرسید، بپرسید لایو نمیذاره چرا. امروز از چیز، امروز صبح از حنانه شنیدم که باباش یک کاغذی فرستاد به من، منتها گفت اینو تو کانال نذارم، گفت برای این چیزه رضایت نامه پدرشه که رضایت نامه رضایت داده. برو من ندیدم رضایت شکایتشو اینجور نوشته که شکایتم رو پس گرفتم. خب حالا باید دید که
ببینیم دیگه چی جوری میشه. امیدواریم که کتبن این چیزی که گفته در واقع رضایتی بر این باشه که دیگه این شکایت منتفی بشه. خب شکایت منتفی میشه با رضایت، اما هزینه هایی که داده شده چی؟ منم یکی از بچه ها شکایتشو پس گرفت ولی هزینهش برای من موند، هزینهش برای من موند. خب بچه ها این چیا رو بگیریم بخوریم. اول چیا، توت هم ریختم توش، بعد دارچین، دارچین چوب دارچین، هل، بعد خیلی خوبه با دو تا شکری که ملاحت به من داده بود، از اون شکرهای نمیدونم عجق و جوای سالم دیگه، الان از اونا الان دم دستم بس اون بره. نارنگیش خیلی خوبه، اتفاقا خیلی خوبه. اصلا اطلاعات سپاه چیز خاصی به یعنی احضار کرده بود یه نفری سحر رو، و سحرم نرفت دیگه، چیز خاصی براش داده نشد، من دیگه خبری ندارم ازش. شکر قهوه‌ای نیست، شکر قهوه‌ای رو من خودم هم دارم. دیروز رمو که وقتی گفت من با اشتفا میام، گفتم خب خب بیا، که اون ساندویج، یکی از اون ساندویج ها رو رمو گفت من میخورم، من این ساندویج رو میخوام. اشتفان هم گفتش که من نمیخوام هیچی، یه مقدار از اون مرغ و سوخاری هایی هم که حتی مونده بود توی یکی از این سطلا دادم نجیب برد بعدش. اینم خیلی، اینم میخوام بذارم با چیه ما مرب، اونو باید، اینو باید با مرب بخورد بعدم، سب کن تو رو بعدم با مرب بخورم، بیست مرب با یه مربایی که خودم درست کرده بودم، قاطی کرده بودم با چی، ببینم تا کجاست اون. آها مربایی اینجا، یس تو باش اینجا تو رو ببینم یادم نره، میخوام با اون رو بخورم. اینم تخم شیا، زیبا رسول تو لایوه. او 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 بچه من با رسول چه داستانهایی داشتم، مال چند سال پیش بود، دیروز وقتی که یه پیامه به من داد، گفتم هنوز منو در حدی نه، منو آنفالو کرده بود دیگه. به به زیبا رو بخوریم، نارنگی بمونه اینجا. ببینیم این پوره هایی که پوره پوره، پوره هایی که با این پوره چه خبر، خیلی گرونه، یه ظرف انقدری 3 یورو پوره،
پوره یا پوره سیب، پوره نه، پوره، پوره، پوره سیب زمینی میگم، پوره میگم، غلط خلوت هم بگی با اشتفان پسر خوبی بود، اما لباسش وقتی نشسته بود نه، ولی لباسش بوی مفید، یعنی موندگی، از اینایی که انگار از تو انبار در آوردی پوشیدی اینا، من از این بوام خیلی بدم میاد. حالا وقتی رقصیدم یک کوچولو اونجا متوجه هم شدم، ولی بعد وقتی که رفت، بعد که رفته بود اومدم برم بشینم اونجا، دیدم که بوی لباس اون اونجا رو گرفته، همه اون پتو و بالش و اومدم یه ذره اسپند دود کردم که بو رو ببره. بعدم بهش پیام دادم، چون از من پرسید تولدت کیه، اگه میخوای من بازم بیام و اینا. گفتم ببین، من تمام این لباسا رو، چیزو، تشک و فلانو نشسته بود اینجا، اینجوری نمیشه با این لباس بیای. بهش گفتم که، بعد گفت رمو به من گفت عجله کردم رمو اینا. گفتم به هر حال ببین، تو باعث شدی که من بالش و اینا رو همه رو بذارم توی چیز، دکه اون پتو رو بذارم توی چیز، بعد نمیخوام حس بدی بهت پیدا کنم. که بودن کسانی که اومدن خونه من، خب اگه دیگه خیلی خودم متوجه میشدم، نمیتونستم، بعدش متوجه شدم یه لحظه موقعی که رقص داشتم، بودن کسانی که اینجوری اومدن، گفتم بهشون یا لباس بهتون میدم بپوشید، یا خودم حتی بیا ببرم دوش، به زیر دوش خودتو بشور، یا من بهت کمک میکنم بشوری، بعد بیا بشین اینجا دیگه، راه حل هست. اتفاقا یه دونه بس، یه سبد هم دارم، یه سبد لباسای مردونه دارم. خلاصه ناراحت نشد، گفتش که رعایت میکنم. گفتم رعایت نکنین ادامه نمیشه، نمیشه داد رابطمونو. یه موقعی هم اووه میمد اون اواخر، نمیتونست، بی اختیاری ادرار داشت. بهش گفته بودم بابا تمام آلمانو، از تمام آلمان که نه، ولی شمال آلمانو، قطاراشو چیز کردی، پر شاش کردی. می اومد اصلا تو می رسید به من، وقتی می دیدم گفتم سری برو چیز، سری برو دوش، زیر دوش خودم می بردمش، لباس می شستم. اون موقع یه تابش هم با من بود، تابش نمیدونم حوله بیار، فلان بیار، بهمان بیار، تا قانع شد آقا که خب پوشک بزنه دیگه، چه اشکال داره، فقط برای اینکه مرد تو پوشک نمیخوای استفاده کنی، مردم باید چیزه تو رو تحمل کنن، نمیشه که هستم. قبول کرد بالاخره. حالا منظورم اینه که حالا این که خیلی خوب بود، جوونم بود، 40 و
6 سالش بود. بعد گفتم با پسر جوان هستی یکم بهش گفتم بیام خونت، فهمیدم که وقتی گفت نه من میام خونت فهمیدم یعنی چی. من این تجربه رو دارم دیگه از آلمانیا، وقتی که نمیخوام بیام خونه تو و میگم نه ما میایم، یعنی که خونه من گنده. یه دونه دوست که نداشتیم که، 50 تا دوسته چنینی داشتیم، همسایه ها فلان بهمان، نمیدونم چرا. فقط هم آلمانی نه ها، ایرانی ها. ایرانی که میگو خونه من نیا، میدونستم وضعش چیه، خودشو بیرون کت شلوار تمیز فلان بهمان. فرق ایرانیا با آلمانیا این بود که اونا بیرونشون هم مثل درونشون بود. ایرانیه بیرونشو درست میکرد که مردم فکر کنن این خیلی هنوز چیزه. بچه اینو ببینی، این سالاد من خیلی دوست دارم، از کلمه سفید درست میشه، خیلی دوست دارم. خلاصه دیگه. ولی در مجموع رو مثلا عزیز خیلی تر و تمیز خوب که اومده بود، همون غذا اینا رو آورده بود، تازه میخواست کلی خرید. گفتم هیچ جلسه اول یک اورو هم خرج نمی کنی. من که نمیدونم تو کی هستی، تو ما داریم برخورد، بنابراین چیزی رو بیار، منم کار خاصی برات نمی کنم. چیزی که تو خونه دارم، این پنیر رو دوست داشت، نمیدونم عسل دوست داشت، نمیدونم هل چای با چی دوست داشت، بودم چیزی که دوست داریم و در اختیار هم قرار میدیم، تا بعد ببینیم که آیا رابطه به جایی میرسه که تو به برای همدیگه خرجم بکنیم. کامون بیبی، من تو رو خیلی دوست دارم. وای تو هم خیلی خوبی، بیا تو رو بذارم لای این، یه دونم زیتون بذارم اینجوری به جای نون. واسنوخ یه دونم گوچه اینجوری بذارم، ببندمش اینجوری بشه یه دونه لقمه. من 64 سالم. نتونستی بوسش کنی؟ من از این بچه هایی که بودم هیچ کدوم رو نبوسیدم، ولی خوشحالم که دست داد با من عزیز. این خیلی خوب بود دست داد. گفتم دست که میدی؟ گفت دست داد. گفتم خوب خوب، خیلی مذهبی نیست، یالا دست میدی. گفت ما اینجا، چون ما اینجا بچه ها گفت خانواده نداریم، ما اینجا خانواده ایم دیگه. گفتم هممون برای هم دیگه خانواده. رمو با من بلند شد رقصید. من رمو اگر بیاد منو بغل کنه حتی بخواد ببوسه، من اونو میبوسم. ولی رمو خیلی
طول کشیده تا همین اعتمادم به وجود اومده که مثلا میاد با من میرخصه. هنوزم میگه بکانته. تو بکانته یا یعنی آشنایی، دوست نیستی، ولی هر کی با زیبا بیاد خونه من میتونه بیاد. اگه رمو چون طول کشیده اینکه حتی بیاد خونه من، حتی بیاد منو اینجوری با من برخصه کنار من، خیلی دیروز خوشم اومد گفت من میرخصم، اشتفان گفت من نه بلد نیستم، گفتم خیلی خوب باش، بلد بودن نه، مگه فکر میکنی من بلدم؟ اینو بذاریم آووکادو اینجوری. به آووکادو اگر سیترون هم داشتیم خیلی خوب میشد، لیمو بزنیم. اما لیمو ندارم، لیمو رو دیروز ریختم، اشکال نداره. حالا از این میزنیم، از این فلفلی، از این پنیر فلفلی میزنی روش. خب برای همین رمو منو نمیبوسه، وگرنه اگر رمو اولا رمو خیلی طول کشیده تمیز شده، تا قبلنا واقعا پدر منو در می آورد، چند بار کاپشنشو در آوردم گفتم رمو اگر اینجوری بیای خونه من نمیذارم دیگه، باید لباسات تمیز باشه، باید بو ندی، باید بوی میدونی چی؟ میگفت من دوش گرفتم، گفتم بوی لباسات مونده است، لباس تازه بپوش، یه لباس از تو انبار در آورده نپوش، یه لباسی بپوش که این بو رو نده. خلاصه رمو الان خیلی بهتر شد، اگه رمو منو ببوسه من میبوسمش. حالا چیه بوسیدنی که رمو بخواد منو ببوسه؟ رمو اصلا نیاز جنسی نداره و ترس از نزدیک شدن با آدم ها داره. اگه من بتونم کسایی رو باهاش آشنا کنم که حتی ببره، بتونه خونهشون ببره، این برای من یه موفقیت خواهد بود. خیلی خوبه. یکی هم که باش رقصیدم، نجیبم که خیلی رابطم داره با نجیب خوب میشه. نجیب دیروز تو لایف گفت من زیبا رو دوست نداشتم، از الان یه مدتیه که دارم دوستش دارم. خوبه، خیلی خوبه. این دوست داشتن ها خیلی فرق میکنه. این دوست داشتن ها جوانه های یه رابطه عمیق واقعیه. سرمایه گذاری من روی آدم هست. و من میشه گفت تقریبا شکست خوردم در همه سرمایه گذاری هم. در همه سرمایه گذاری هم میشه گفت شکست خوردم. هیچ کدوم از دوست پسرای من نتونستم منو تحمل کنم. هیچ کدوم از روابطی که میان حتی واو اینو الان بازم اینجوری میکنیم و ولی هر شکستی و حالا که اینقدر شکست خوردیم، هر تجربه‌ای ما رو یه قدم جلوتر برده در رابطه‌های بعدتر.
میدونید که اولین سرمایه گذاری که کردم روی کی بود؟ میدونید؟ الان بهتون بگم. بذارم بخورم و بیام چند تا کامنتاتون رو ببینم. اولین سرمایه گذاری که کردم چقدر اینا خوبن اینجوری به جای نون توی ایمه یه جور کاهوه بذاریم برم. اولین سرمایه گذاری که کردم رو خودم بود، ولی در رابطه با خودم هم خیلی وقتا شکست خوردم. یه دفعه خودم رو زیر سوال می بردم، می گفتم ولی نمیتونستم از خودم دور بشم، می افتادم تا حالت افسردگی. افسردگی یعنی چی؟ یعنی آدم از خودش دور میشه. من یه مدت نمیتونستم کتابای خودم هم ببینم و اینکه هر شکستی مقدمه مقدمه پیروزی دیگه است. اینه به مرور زمان به اینجا رسیدم که نه، اول باید خودم رو به دست بیارم قبل از که کس دیگر به دست بیارم. من میتونم بگم که خیلی خوب شده. چه خوب بوده چه پنگز سننی من بلا جور مده بیننجزه بلا بلا بلا. حالا بی خود نیست که سویدوس یه سوسی هم زده بودن روش. بعد به جایی رسیدم در رابطه با خودم که دیدن هر روز دارم به خودم نزدیکتر میشم، به میزانی که خودم به خودم نزدیکتر میشم دیگرانم میتونم به من نزدیکتر بشن. برای همین اینه دیگه، زو خوبه. اگه یه پیام الان دیدم، اگه منظورتون اینه که یه اسمم هیچ وقت از خونش بیرون نکرده بود، کلیدشو میگیره. یه بارم منو چمدونمو تصمیم گرفته بود چمدون من که رفته بودم خونهشو بذاره دم در و بگه برو. گفت تا اونجا رسیدم. تو موقع خونه نداشتم که وقتی رفته بودم بعد از بازگشت به ایران اولین مسافرتی که به آلمان کردم 4 ماه بعد، خیلی برای ینس سنگین بود. اون موقع گفت کلیدشو که قبلا گرفته بود، اون هیچ سر اون جریانی که بود، ولی رابطه ما ادامه داشت. شسته شد. رابطه ما ادامه داشت
گفتش که تو رفتی ایران، در واقع ایران رفتن رو به من ترجیح دادی و انتخابت، اصلا رفتی ایران منو ندیدی. راست میگه، من اونو ندیدم، حتی ازش نپرسیدم که یس من میخوام برم ایران. بهش فقط خبری گفتم من میخوام برم ایران. گفت تا 4 ماه من با خودم گفتم که تا موقعی که برگرد. گفت من اینو دیگه تو از زندگیم خارجش میکنم. گفت من اینو از زندگیم خارجش میکنم. گفت با خودم هی 4 ماه کلنجار داشتم میرفتم، ولی باز وقتی منو دید رابطه خیلی بد بود، ولی نمیتونست. میگفت نمیتونم قورتت بدم، نمیتونم بندازمت بیرون، نمیتونم قورتت بدم، نمیتونم بندازمت بیرون. رابطه با ینس خیلی رابطه خاصی بود. 13 سال مبارزه با من، 13 سال مبارزه کرد که عشقش به منو بکشه. یا اینکه منو برگردونه، منو برگردونه ارشاد بشه. آخر سرم اتفاق خیلی خاصی افتاد که حالا فعلا ولش کنیم، یه ذره تومه چیا بخوریم. آره، عشق و همراه با نفرت. عشق همراه با نفرت. اگه داری میخندی برای اینکه من گفتم عشق، در واقع راستم میگی، چون یه قسمتش هم نفرت بود. ولی فکر کنم تو بهتر از من ارتباط ما رو میدونست، اونی که پیام داد. زیبا، تو خسته نمیشی از این همه تنهایی؟ نه، اگر خدا خسته میشه از تنهایی، منم خسته میشم. لم یلد و لم یولد. در واقع تنهایی که همراه با وحدت وجوده. شما هم تنها موقعی که شما اصلا تنهایی معنا نداره. بگه من الان تنها، من کل با الان دارم با همین رو عشق بازی میکنم. شما زندگی منو نگاه کنید، بعد مقایسه کنید با خودتون. ببین الان من چند تا برنامه دارم و چند تا برنامه دارم که الان نمیخوام انجامشون بدم، یعنی کسایی که دعوت کردن دارم فکر میکنم. و خیلی برای من جالب بود، من همیشه دعوتها رو سریع میپذیرفتم. الان یکی دو تا دعوت هست، تو خودم یه دفعه دیدم چه جالب، من شک کردم و الان چایی ریختم توش. او داغ بود، او خوب بود. نون خوش نشی،
ولی چه گفتم. خب برای همین انسان، شما ظاهرا فکر میکنه کسی که تنها زندگی میکنه شوهر نداره، وای تکیه گاه نداره. الان داره جهان به این سمت میره که هر چقدر دارن مردم رو تشویق میکنن به این که برن ازدواج کنن با کسی باشن، همه میگن که اون دوره گذشت، اون دوره گذشت که تو احساس میکردی بدون پدر و مادر، بدون خانواده. الان هر کی رو میبینی خانواده نداره و بعد دنبال یه خانواده واقعی برای خودش میگرده، خانواده ای که خودش انتخاب میکنه، خودش تعیین میکنه، نه جبر. خواستی نمیری، وظیفه ای هم نیست. وظیفه ای هم نیست. به کانادا دعوت شدم، به هلند دعوت شدم، به اتریش، به بلژیک، به نمیدونم جاهای مختلف، ولی باید ببینم که سبک سنگین کنم، ببینم چقدر میتونم خودیت خودم، یعنی مسائل خودم رو حفظ کنم، ببینم چقدر اون مسافرت برای من یه مسافرت پرباری باشه. نرم بگم آخه خونم. نه، باید یه جایی باشه که همه جا رو خونه خودم بکنم. من اگه وقتی میرم از خونه بیرون، میرم جایی، اونجا خونه منه، اونجا خونه منه. و هرگزم نمیگم هیچ جا خونه خود آدم نمیشه، نه، اصلا به خونه خودم فکر نمی کنم وقتی یه جای دیگه ای هستم. اونجا خونه منه، اونجا خونه منه. وقتی میرم من حاضر نیستم که حالا به خاطر اینکه وای یه کسی برای من بمونه، این روابط برای من، دوست پسران بمونن که من تنها نباشم، به هر چیزی تم بدم که آقا مثلا بگم دوست پسر دارم، اون 100 سال زیاد بگم ندارم. الان کجا شیری که آهنگی که تو لایو مقدماتی گذاشته بودم چی بود؟ بگو الان کجایی. خیلی باحال بود. بگوید آن کجایی بابا. من لحظه لحظه به لقمان حکیم میگن که به ما یه پند بده. میگه برید هر جایی، تو هر شهری یه خونه بگیرید. میگم بابا خیلی گرونه، مگه ممکنه ما هر شهری بریم یه خونه بخریم؟ گفت نگفتم که بخرید، گفتم بگیرید. شما قلب مردم رو بگیری، سب کنیم آفتاب داره میاد اینجا، قلب مردم رو بگیرید. آره اینجوریه، قلب مردم رو که بگیرید، دلشون رو به دست بیارید، خونشون هم مال شما میشه، حتی برای یه روز، برای دو روز، سه روز. زندگی خودش یه روزه، یه روز، فردا هم یه روز. پس من جایی که هستم اونجا خونه منه. افسوس گذشتم که خونه من، مثلا تو من وقتی الان توی فرانکفورت هستم افسوس هامبورگ بخورم؟ هرگز. اونجا دارم لذت میبرم. هیچ خونه خود آدم نمیشه. یعنی چی خونه خود؟ من خونه مال من نیست که.
فردا خونه کس دیگه میشه. اصلا منی وجود نداره که. برای همین شما برید پیدا کنید چرا خدا با کسی ازدواج نمیکنه؟ چرا خدا تنهاست؟ رازشو پیدا کنید. رازشو پیدا کنید. خودتون خدا میشید. لازم نیست که از زبان شما خدا حرف بزنه. خودت خدا میشید. به وحدت وجود پیدا پی میبری. میبینی که من تا دیروز اشتفانی نمیشناختم. وقتی گفت میخوام بیام گفتم بیا، تو روزی من هستی، تو روزی امروز منی. تا پریروز عزیزی نمیشناختم. غذاهای به این خوشمزگی هم آورد، خیلی هم عالی. تازه من این همه آدم رو قضا دادم، همه فکر میکنن من دادم. بابا من ندادم که، من فقط نخ تسبیح شدم. من اولین بار بود که دیدم نجیب اینجوری قضا خورد پیش من، خونه من. دفعه پیش زهرا خورد، ولی نه دیگه اینجوری، خیلی با اشتها. اصلا اینقدر که آدم احساس خیلی خوش آمده بود. گفت زیبا اصلا غذا نخوردم که بیام اینجا تو اون استوری تو رو دیدم اونجوری بیام بخورم. گفتم خوب کاری کردی، بخور و ببرم، اینا مال توست. بچه چقدر این سالاد خوبه. خیلی خوبه. بهش گفته بودم اکسترا ببین اگر اونجا سالاد داره برای من سالاد بیار. دو تا سالاد آورده. کلمه با هویج با یه سس خیلی خوشمزه که نمیدونم سسش چیه. دنبال سوسش هم نیستم. با دوباره بپرس این سوسش چی بود؟ اسم نونه چی بود؟ اسم اون سبزی چی بود؟ بابا بل کن، این الان خوشمزه است، فردا یه چیز دیگه. یعنی عالی. با این بخورم. خوب کجاست؟ قاشقه خوب؟ آخرش اصلا نیست با این بخورم. سوسش برندش برند کوفته. خوبم برونجا. یعنی انقدر خوشمزه بودید همتون که نمیدونم دیگه چیه. خواستم اون چیزا رو بخورم، میلم الان دیگه بمونه برای بعد از اون. اینا چقدر خوبه، چقدر خوشگله. ببینم بمونه اینجا، ببینم بمونه اینجا فعلا. نه دیگه تو هم برو دوسته تو. خب عاشق هم این یکی هم نوش نکبت باش، هر دوتاتون باش. در واقع هر بدبختی آبستن یه خوشبختیه.
هر چیزی که شما الان بگید، تخمای اینم برداریم اونجوری. اصلا من از کوچیکی سیر ماخ میکردم، هم بشقاب هم باید تمیز تمیز میشد، دوست داشتم اینا رو با همین دونه دونه ها. خب اینا هم بمونه اینجا، شما برو اونجا بر بردر سوز تا بیاد ببینیم که اونجا. بالاخره انگار سیر شدی. I don't know، نمیدونم. پزشک کجا بود؟ در واقع پزشک نبودم، پزشک جایی نبودم، چون جایی کار نکردم. ما فقط پزشکی رو خوندم، مدرکش رو گرفتم، دکتراش رو گرفتم. بعدش سال 1375 ما رو میخواستم برای طرح بفرستم، من از امکان معافی استفاده کردم، یه بسرم بر آفتاب نه معافی مو گرفتم و مدرک هم دادیم به بابامون، گفتیم برو بگو دخترت دکتره. ولی من نمیخوام دکتری کنم، من نمیخوام. برای من دوره دکتری خیلی خوب بود که خیلی چیزا یاد گرفتم تو اون آموزش، تو اون مرحله، تو اون خیلی جالب بود. 8 سال طول کشید دیگه تا ما پزشک بشیم. البته 7 سال و من 8 سال خوندم دیگه. 3 بار میخواستم من اخراج کنم از دانشگاه. با وجود همیشه بالاخره یه کاری میکنیم که ما رو میخوان اخراج کنم. ولی خب چی میگن؟ به مو رسید، به چی رسید؟ به مو رسید پاره نشد؟ بالاخره رفت و به مو رسید و ولی پاره نشد دیگه. ما مدرک دکتری رو گرفتیم ولی جای پزشک نبودم. مطب داشت، آها مطب، مطبی که من داشتم مال مجوز مطب و سال 1375 که به من ندادن که چون دنبالش نرفتم. خب بیام یه ذره، من مطب مجوز مطب رو سال 2008 چند میشه وقتی ایران برگشتم رفتم، به من گفتم شما 10 سال ایران نبودید، باید 10 سال شما هم باید برید دوباره آپدیت بشید. یه کلاس های آموزشی گذاشتم برای ما که بریم اونجا، امتیازامونو نمیدونم 250 نمیدونم 200 یه عددی، انقدر امتیازو باید پر میکردم. مجوز مطب رو که دادم، ما از مجوز مطب در واقع استفاده کردیم که فقط ما یه جایی رو باز کنیم. 50 میلیون هم اون موقع به من وام میدادن که من چون همیشه ضد وام هستم، گفتم باید اهل وام نیستم، بلکن وامم نگرفتم و گفتم من هیچ وقت وام نمیگیرم، حتی با درصد خیلی پایین فلان رو اینه نمیکرم. اون فشار روحی، اون استرسی که به من این میده خیلی زیاد. اون موقع 50 میلیون خیلی بود دیگه. مطب به من، یعنی در واقع آرمان، یه اتاقی رو اجاره کرد، پیدا کرد، آرمان شوهر کسینگ. بعد من رفتم قصبه، قانونی هم نبود و اگه میمدن سراغم میگفتن بر چی اومدی تو مجوز مطبت مال تهران اومدی قزوین؟ ولی همیشه با خودم گفتم که منو جریمه نمی کنن، شایدم میکردن و نمیدونم. خوشبختانه تو اون 7 ماه دیگه به اونجا نرسید. گفتم اگر بیان، من از قزوین که نرفتم تهران، از تهران مجوز مطبم مال تهران اومدم قزوین، میگم خب محل زندگیم اینجاست دیگه الان، ولی نرفتم مجوز مطبم رو عوض کنم و به چیز تبدیل کنم به قصبه، نه این کار نکردم. خلاصه اینم در بیاریم و
آووکادو تخمش میگه چی هستش تخم گنس تخم تخمه 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 یه جور تخمه هست ولی خب هسته. خب 74 وام. خب شما بگید دروغ میگم. اصلا ببینید من همه چیزم شما بگید دروغ. 74 نگفتم که وام دادن. سال 2008 سال 1374 من هنوز اصلا مدرکمو نگرفته بودم. 1375 مدرکمو میگیرم. 2008 چند میشه؟ 1300 و کم میشه؟ 82 چند میشه؟ 87 و 87 1387 به من گفتم پیشنهاد وامم دادن. گفتم من نمیگم 50 میلیون. حالا شما بگید من دروغ میگم. مگه ما کل زندگیمون دروغ نیست؟ کتابای منو میگن کسی دیگه نوشته. خب اینم رو اون دیگه میگن نمیدونم تو نمیدونم دانش مدارک جعلیه. میگن گواهی نامه من که اینجا گرفته شده امتحانش اینجوری داده شده میگن جعلیه. خب اونم روش دیگه اصلا همش دروغ. خوبه شما راست میگیم حق با شما. من حرفامو میزنم میگم به عنوانی که اینا سیف میشه میره در یه جایی میمونه. اما یه چیز یادتون نره، راستگو نیازی به یادآوری نداره. راستگو نیازی به یادآوری نداره و دروغگو خودش رو لو میده. من تمام مسائل زندانم و همه رو نوشتم تا جایی که یادم بود، تا جایی که یادم اومده. اسم کسایی یادم نمیمد. من منیره برادران که برای من تو دادگاه آلمان، وقتی که من سال 1998 اومده بودم اینجا برای قبولیم، کنم سال 2900 و... یعنی یه سال و نیم، چند سال؟ سه سال 2000 سال 2000 آره سه سال بعد تقریبا. من سه سال طول کشید تا قبول بشم. اولم رد شدم، بعد تو دادگاه به من گفتن که شما خانم منیره برادران رو میشناسید. گفتم اسمش یه جور آشناس ولی نمیشناسمش، یادم نمیاد. گفتن ایشون در از مبارزین نمیدونم چپ نمیدونم چیه، حالا خیلی ها میشناسنش. ایشون در از برای شما تاییدیه نوشته در رابطه با زندان. گفتم مرسی دیگه، ولی من یادم نمیاد چون همه اونجا منو میشناختم، من اونا رو نمیشناختم خیلی هاشون. سال 2005 رفتم توی سمیناری بودم، دیدم یه خانومی اونجاست، چقدر قیافش آشناست و اینا. همینطور شیلد داشتن، هر کسی یه اینجوری اسماشون رو می نوشتن. مثلا من نوشته بودم زیبا، نمیدونم نابک اون موقع هنوز نرکه نابک نشته بودم، زیبا نوبری. اون یکی نوشته بود، اینم نوشته بود منیره برادران. یه گفتم اه شما منیره برادرانی؟ گفت آره. گفتم میخوام ازت تشکر کنم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه اسم شما رو تو دادگاه برای من آوردن. خواهرام اینو رفته بودن، خواهرم چون اونم سیاسی بود، رفته بود با ایشون تماس گرفته بود، ازش تاییدیه گرفته بود یا نامه گرفته بود یا چی گرفته بود. بعدن کلیا بهش اعتراض کردم، کلیا بهش گفتن تو چرا رفتی برای این تواب یه نامه دادی؟ گفت بابا من از من پرسیدن این تو زندان بوده؟ منم گفتم آره این بند بوده، اون بند بوده، ما هم بندی هم بودیم. بهش گفتم خلاصه من خواستم ازت تشکر کنم به خاطر اینکه یه همچین نامه ای رو نوشتی. من که دنبال تو نبودم.
و حرام اینا، اونجا تو دادگاه اسمشو میگه. خلاصه خیلی چیزا ما یادمون اگه رفته ننوشتیم، ولی چیزای دیگر رو که نوشتم اونایی که بوده اینا خودش به مرور همه این همین لایبای من اینا ثبت میشن، در یه جایی میمونن، میره جزو دکومنت ها و جاییش که تناقضی باشه خودش خودشو نشون میده. زیاد نگران نباشید. از تابوت ها بگم، بیایید توی کتاب، توی چیز هست دیگه، تو کانال عکس تابوت ها رو گذاشتم. خب بچه ها خوب بود، مرسی، صبحانه بسیار عالی بود، مرسی از عزیز که یه سری از این صبحانه عالیمو اون داد و دیگه بای بای.